وقت خیر همراه معلم خصوصی هستی با انگلیسی برای توریست پنج ما توی انگلیسی برای توریست یک تا چهار بررسی کردیم مسائلی رو که مربوط میشه به سفر کردن خریدن بلیت رزرو کردن بلیط با انواع و اقسام وسایل نقلیه مثل اتوبوس قطار هواپیما کشتی حتی خودرو شخصی و توی این درس میخوایم محل اقامت و هتل رو بررسی بکنیم که احتمال زیاد توی یه درس هم جمع نشه به خاطر همین اسم این درس هستش هتل و محل اقامت یک پس امیدوارم که همین الان شاداب پر انرژی آماده باشی واسه درس امروزمون چون توی درس امروز اون میخوایم در مورد چند تا مسئله صحبت بکنیم در مورد اینکه چجوری انتخاب بکنیم اون محل اقامتمون رو بپرسیم ببینیم آیا اون اتاقی که میخوایم در دسترس هست اتاق خالیه جا داره نداره پس جمله ها رو در مورد اون هتل و اون امکاناتش بپرسیم و در آخر هم رزرو بکنیم اون چیزی که میخوایم رو توی درس بعدی هم احتمال زیاد میپردازیم به اون مسائلی که مربوط میشه به طول اقامتمون اونجا تحویل گرفتن اتاق و تحویل دادن اتاق به سراغ درس امروز بیریم که توی درس امروزمون ما قراره با مبحث انتخاب محل اقامت شروع بکنیم یه سری مسائل خیلی کوچیک برای شکوندن یخت رو با هم بررسی میکنیم و بعدش میریم به سراغ مباحث دیگه Choosing accommodation Accommodation میشه محل اقامت حالا میخواد مسافرخونه باشه هتل باشه آپارتمان باشه هرچی که میخواد باشه این کلمه به معنی محل اقامته پس خود هتل هم یه دونه accommodation هستش همین الان یادداشتش بکن با همین تلفظ خب با یه سوال شروع میکنیم can you recommend any good جای خالی میتونی توصیه بکنی یک محل اقامت خوب حالا من اون جای اون سه تا نقطه گفتم محل اقامت حالا چون محل اقامت به چند دسته تقسیم میشه مثلا این دوتا رو داریم hotels میشه هتل که جمع بسته شده hostels مسافرخونه که جفتشون جمع بسته شدن هاستل میشه مسافرخونه هتل که میشه هتل یا مثلا ما میتونیم بگیم can you recommend any good hotels از یکی بپرسیم can you recommend any good hostels میتونی یه مسافرخونه خوبی رو پیشنهاد بکنی توصیه بکنی این هتل این هاستل هتل و مسافرخونه یه دونه هم داریم محل اقامت که کمپینگ سایت هستش میری اونجا چادر میزنی و اینجور برنامه ها پس بهش میگن کمپینگ سایت اردوگاه جای چادر زدن یا کمپ سایت هم بهش میگن کمپینگ سایت یا کمپ سایت تا اینجای کار ما سه تا یاد گرفتیم پس میتونی بگی Can you recommend any good camping sites? میتونی یه اردوگاه خوبی رو یا یه جایی رو واسه چادر زدن که خوب باشه رو توصیه بکنی پیشنهاد بکنی آخرین محل اقامت یا اکامدیشن که میخوام توی این صفحه بهت بگم بی ان بی هستش بی ان بی که مخفف بدم بریکفست هستش اینم یک مدل محل اقامته که معروف به بی ان بی هستش که یه اتاق یا یه حالا محل اقامتیه که معمولا با صبونه هستش ما این چهارتا رو تو جا بررسی کردیم بریم به سراغ یه جمله خیلی ساده مثلا میخوایم بپرسیم که این هتل چند ستاره است How many stars does it have? چند تا ستاره داره اگر یکی بهت گفت آره یه هتل میشناسم اینجا سالا اسمش اینه اگه میخوای بپرسی که چند ستاره است اینجوری میتونی بگی How many stars does it have? چند ستاره از اون ایته پس میشه چی هتل does it have داره خب ما فاکتورهای مختلفی داریم برای انتخاب محل اقامتمون یکی دیگهش میتونه باشه فاصله یا اون هتله نسبت به یه سری جاهایی که واسمون خیلی مهمه مثلا ما میخوایم بگیم که چقدر فاصله داره How far is it from the جای خالی تو اون جای خالی هر چیزی رو میتونیم بزنیم پس چی شد ما فار رو قبلا هم یاد گرفته بودیم وقتی که میخوایم بگیم چقدر دوره چقدر راه تا اونجا چقدر فاصله داره وقتی میخوایم مسافت رو بسنجیم How far is it from there چقدر دوره از حالا ما میتونیم بگیم ایرپورت ترن station ایسکای قطار سابوی station ایسکای مترو سیری سنتر مرکز شهر چهار تا گزینه داریم ایرپورت فرودگاه، train station، ایستگاه قطار، subway station، ایستگاه مترو، city center. یالا هر چیزی که واسات مهمه رو میتونید جای این چارتا تا پس ما میتونیم بگیم how far is it from the airport? How far is it from the train station? How far is it from the city center? اینا این سری مسائل پایو ابتدایی بود. برای اینکه ما بخوایم انتخاب بکنیم محل اقامتمون رو که گفتیم مسافرخونه هتل و اردوگاه و بی ان بی رو ما بررسی کردیم به عنوان محل اقامت حالا میریم به سراغ قسمت بعدی درسمون که هستش چکینگ اویلیبیلیتی میشه در دسترس بودن رو چک کردن چکینگ چک کردن اویلیبیلیتی میشه در دسترس بودن یعنی ببینیم زنگ بزنیم ببینیم که آقا اتاق دارید ندارید available در دسترس صفت availability دسترسی در دسترس بودن خب با سوال شروع میکنیم do you have any vacancies جای خالی دارید vacancies وقتی که ما میگیم vacancies پر نوشتمش میشه اتاق خالی جای خالی واسه هتل ها جای خالی دارید؟ Do you have any vacancies جمع هم بستیمش جای خالی دارید خب توجه کنید توی فیلم ها یا حالا دم هتل ها معمولا دیگه حتی قلع دم هتل ها نایده باشید تو فیلم ها دیدی این تابلو رو میبینی No vacancy که اگر روشن باشه یعنی آقا ما جا نداریم No vacancy اگه خاموش باشه یعنی ما جا داریم این تابلوه خیلی جا هست ما خیلی جا دیدیمش نو no vacancy. اگر این معمولا هم نئونه چراغ ماننده اگر روشن باشه یعنی که آقا ما جا نداریم نه تو نو no اگه خاموش باشه که یعنی که بیا آقا ما جای خالی داریم اتاق خالی داریم حالا ما فرض میکنیم که اونجا جای خالی داره و این سه تا سوال میتونه پرسیده بشه ما باید جواب این سه تا سوال رو بدونیم خب طرف میگه from what date از چه تاریخی سوال یکمونه سوال دومش for how many nights برای چند شب سوال سومون how long will you be staying for چه مدت زمانی اقامت خواهید داشت from what date از چه تاریخی for how many nights برای چند شب how long این رو هم با هم کار کردم how long چه مدت زمانی will you be staying for اینجا اقامت خواهید داشت حالا مثلا میتونی بگی تو nights فور two nights یا one ویک هرچی که دوست داری رو یا اون مدت زمانی که میخوای بمونی رو میتونی بگی به اون رسپشن اون هتل یا اون کسی که پشت تلفن یه سوال دیگه هم میتونه از همون پرسیده بشه میتونه از همون پرسیده بشه که چه جور اتاقی رو میخوای وات sort of room would you like یا what kind of room would you like فرقی نمیکنه What sort of room would you like to enjoy هیچ فرقی نمیکنه چه از sort of استفاده بکنی چه kind of جفتش میشه چه, چه جوری چه مدل What sort of room would you like چه جور اتاقی میخوای What kind of room would you like جفتش یه معنی رو میده از این what kind of what sort of میتونی استفاده بکنی توی خیلی از شرایط و توی خیلی از جا چه جوری چه مدلی چه نوع این معنی رو میده حالا اینجا خیلی جالب میشه ما میخوایم در مورد نوع اتاقا صحبت بکنیم حالا ما تو جواب میتونیم بگیم I'd like گفته اون would you like دیگه چه جوری می ما میخوایم بگیم ما من میخوام I'd like خب اتاقا رو خوایم اینجا بررسی بکنیم خب ما اتاق یک نفره داریم اتاق دو نفره داریم اتاق سه نفره هم پس میتونیم بگیم I'd like a single room من یه اتاق یه نفره خوام. single room اتاق یک نفره یا نه اتاق دو نفره میخوام I'd like a double room من یک اتاق دو نفره میخوام a double room دو نفره اتاق سه نفره a triple room I'd like a triple room من اتاق سه نفره میخوام پس اینا رو یادداشت بکن a single room اتاق یه نفره a double room اتاق دو نفره روم اتاق سه نفره اینا که یادتش کردید دو تا گزینه دیگه هم میخوایم توی همینجا بررسی بکنیم که یکیش میشه اتاق دو تخته یکیش میشه سویت ا روم room میشه اتاق دو تخته اتاقی که دو تا تخت توشه سویت میشه سویت پس اینا اون sort of kind of که اون طرف از پرسید What kind of What sort of room would you like? ما میگیم I'd like a single room. I'd like a twin room. I'd like a suite. حالا بریم یه کوچولو این مسئله رو بازم پروبال بهش بدیم و یه چند تا مسئله دیگه هم بهش بچسبونیم. خب مثلا ما میخوایم یه اتاقی رو داشته باشیم که بگیم که هموم داشته باشه، بالکن داشته باشه، ویو داشته باشه، اینجور حرفا میخوایم بزنیم. خب شروع میکنیم. اول اون بالا رو بهت بگم I'd like a room with من یه اتاق میخوام با with جای خالی حالا اون جای اون جای خالیه میخوایم یکی از این تا رو بزنیم a bath سمت چپ آبی رنگه میشه هموم شاور میشه دوش بلکنی که مشخصه میشه بالکن بلکنی میشه بالکن بلکنی ویو میشه منظره داشته باشه ویو داشته باشه اون آبی رنگ هم آخریش هم سی ویو ویو دریا داشته باشه منظره دریا رو بتونم ببینم خب I'd like a room with a shower I'd like a room with a bath I'd like a room with a balcony I'd like a room with a view I'd like a room with a sea view یعنی همه اینا رو میتونی بگی اینا مثل کلمه بود اگه یادداشتشون کردی بریم به سراغ مبحث بعدیمون خب اینم آخرین قسمت توی همین مبحث چکین اویلیبیلیتی هستش و میخوایم یه مسئله خیلی کوچیکی رو با هم بررسی بکنیم خب ما میدونیم که برنامه هتل ها با هم فرق میکنه و اگر بخوایم اون مسئله رو بپرسیم که آقا این اتاقی که داری به میدی مثلا چی شاملش میشه آیا مثلا صبحونه شاملشه اینجور مسائل صبحونه نهارشام شام چجوری شاملش هستش خب ما میتونیم بگیم Is breakfast included این یه سوال وقتی که مثلا ما میخوایم بپرسیم که آیا صبونه هم روی اتاق هست شامل این قیمتی که داریم میدیم میشه یا نه یا شامل این امکانات رو شما دارید یا نه included به معنی شامل بودنه این یه کلمه خیلی مهمی یاد داشتش بکن خیلی از ها مثلا میگن فلان چیز اینکلودد یعنی اینم روشه اینم شامل میشه حالا ما با این سوال شروع کردیم خب is breakfast included آیا صبحونه هم روشه آیا صبحونه هم شامل میشه خب میتونه جواب مثبت باشه میتونه منفی باشه حالا ما کاری نداریم احتمال زیاد تو درس بعدی در مورد این مسئله اینکلودد کار میکنیم ولی مهمتر از همه من میخوام دو تا مسئله رو بهت بگم ما دو تا پلان داریم یه دونه پلان داریم یه دونه امریکن ماریفاید پلان داریم این دو تا فرقشون چیه؟ ما وقتی که بهمون گفته میشه امریکن پلان یعنی اتاقی که تو داری میگیری صبونه نهار شام شامله هر ستاش رو داره وقتی بهت میگن که امریکن Modified Plan یعنی شام نداره صبحونه و نهار داره که مخففش هم AMP هستش میگن AMP American Modified Plan خب اینا رو ما بیایم بریتیشش رو هم بررسی بکنیم یعنی رفتیم لندن یا جایی دیگه اونا نمیگن American پلان اونا میگن فول Board Half Board به اونی که صبحونه نهار شامه هر ستاش هست میگن فول full, full Board اگر اینو شنیدی پس همون امریکن پلان هستش و اگه گفتن هفت بورد یعنی شام نداره صبحونه و نهار شامل هستش یعنی همون امریکن ماریفاید پلان هستش اوکی اینو گرفتی؟ خب بیریم به سراغ قسمت بعدی درسمون که مربوط میشه به سوال پرسیدن در مورد امکانات هتل مثلا مثل اینکه آقا لباسشویی داره نمیدونم رستوران داره نمیدونم تلویزیون داره نمیدونم بخاری داره تهویه هوا داره اینجور چیزا رو میخوایم با هم بررسی بکنیم ولی همین الان یه نگاه بنداز ببین اگه کانال برنامه رو سابسکرایب نکردی این کانال برنامه رو سابسکرایبش بکن حمایت میکنی از من و باعث میشه که من بتونم بازم از این ویدیوها بسازم خب asking about facilities asking پرسیدن about در مورد facilities facilities میشه امکانات با یه سوال شروع میکنیم میخوایم بگیم که آیا اتاق تلویزیون داره آیا اتاق نمیدونم تهویه هوا داره آیا دسترسی اینترنت داره اینجور چیزا Does the room have TV Internet access Air conditioning هر کدومو ما میذاری یا هر چیزی که خودت نیاز داری رو میتونی اونجا بذاری Does the room have ما از این ساختار استفاده میکنیم آیا اتاق دارد حالا تیوی یا تلویزیون یا ایر کندیشنینگ تهویه هوا اینترنت اکسس دسترسی به اینترنت داره یا نداره این اولین سوال ساده ایه. این مبحث اسکینگ about facilities بود خب میتونیم یه سری سوال های دیگه هم بکنیم ما مثلا معمولا میگیم باشگاه هم داره استخر هم داره سالن آرایش هم داره آرایشگاه هم داره اینجو شیزا میتونیم خیلی ساده با همین ساختار is there a استفاده کنیم آیا وجود دارد که منظورمون چیه آیا دارید یا این هتلتون داره قرار نیست بگیم مثلا مثلا does your hotel مثلا have something نه is there a gym باشگاه دارید؟ Is there a streaming pool? استخر دارید؟ اونجا استخر داره Is there a beauty salon? به همین راحتی جیم میشه باشگاه سیمینگ پول میشه استخر beauty salon میشه سالن زیبایی که معبود میشه به خانم ها. معمولا خب پس با همین is there a ما میتونیم خیلی مسائل رو بپرسیم پس دست کم نگیر همین ساختار is there a میتونی بگی is there a gym باشگاه دارید اینجور چیزا خب ما میتونیم دو تا مسئله دیگه ای هم بگیم میخوایم بپرسیم که آسانسور هم دارید is there an elevator آسانسور هست آسانسور وجود داره اونجا بریتیش انگلیشش میشه لیفت elevator آمریکانه به معنی آسانسور elevator و lift انگلیسیش هستش انگلیسی بریتیشش هستش اینم دو تا کلمه بود خواستم بهت بگم به سراغ سه تا سوال میریم مثلا ما تو بحث asking about facilities هستیم میخوایم بپرسیم در مورد امکانات سوال یکمون do you allow pets آیا شما حیوانات خونگی رو اجازه میدید بیاریم؟ یا میتونیم منظورمونید؟ آیا ما اجازه داریم با حیوان خونگیمون بیاریم؟ Do you allow؟ آیا شما اجازه میدید؟ Pets؟ Pets که میدونیم میشه حیوان خونگی سگ و گربه و اونیم سوال دوم Do you have wheelchair access؟ آیا شما این امکانات مربوط به ویلچر رو هم دارید؟ یعنی اون مسیری که بخواد یه شخصی با ویلچر بیاد راحت بیاد اگه سوار آسانسور قراره بشه یعنی آسانسور مخصوصش داشته باشید و کلا یعنی do you have wheelchair access یعنی کسی که اگه بخواد با ویلچر بیاد اونجا امکاناتش وجود داره داریم اینو پرسیم سوال سوم do you have parking پارکینگ دارید یه سوال خیلی راحت سوال آخر همین قسمت asking about facilities این هستش the room has a shared bathroom آیا اتاق هموم دستشویی مشترک داره bathroom میشه الان هموم که معمولا هموم دستشویی یه اتاقه shared میشه مشترک the room has a shared bathroom داریم میپرسیم آیا اتاق هموم دستشوییش مشترکه به سراغ قسمت بعدی درسمون میریم که میشه discussing terms یعنی ما اون ترم یعنی اون کلمات و اون جمله هایی رو که برای بحث کردن نیاز داریم با دو تا سوال هم شروع می کنیم What's the price per night? قیمت هر شب چقدر هست؟ Is breakfast included? این رو هم داریم صبحانه هم شامل است. Is breakfast included? قبلا هم داشتیمش صبحانه هم شامله این دوتا سوال اولمون بود پر نایت رو فراموش نکن میشه به اعضای هر شب What is the price قیمت چقدره تا اینجا کار پر نایت به اعضای هر شب اوکی به سراغ چند تا جمله دیگه با هم میریم خب حالا یه جمله داریم که چی میشه یه کم گرانتر از چیزی است که میخواستم بپردازم میخوایم این رو بگیم میخوایم تخفیف بگیریم یه جورایی ببینیم چه جوری میتونیم این جمله ها استفاده بکنیم That's a bit more than I wanted to pay That's یا همون death is a bit more than I wanted to pay That is a bit این هست یکم more than بیشتر از I wanted to pay من میخواستم بپردازم یکم گرانتر از چیزی هست که میخواستم بپردازم یعنی یکم بیشتر جملهمون منظورش این هست یکم بیشتر حالا من اینجا نوشتم یکم گرانتر خب can you offer me any discount ممکنه تخفیف بدید میشه به من تخفیف آفر بدید میشه یکم تخفیف بدید به من discount میشه تخفیف offer me ارزه کردن میشه یکم به من تخفیف ارزه بکنید میشه یکم تخفیف به من پیشکش بکنید همه این معنی ها رو میده offer به من پیش... پیشکش کردن به معنی ارزانی داشتن و اینجور چیزها هستش Can you offer me any discount؟ ممکنه تخفیف بدید میشه من یکم تخفیف بدید خب به سراغ یه سوال میریم مثلا ما میخوایم بگیم ارزونترش رو نداری بزرگترش رو نداری آرومترش رو نداری یه اتاق آرومتر رو نداری هر ستاش هم تر داره از صفت تفصیلی یا همون برتری استفاده شده چیپر ارزانتر بیگر بزرگتر کوایرر آرامتر این دوتا سوالی که اینجا نوشتم هر دوتاش یکیه الان به توضیح میدم دوتا سوال نیست یکیه have you got anything cheaper ارزون دارید have you got anything bigger یه چیز بزرگتر دارید منظورمون اتاق از چیز فکر دوت نکن have you got anything bigger بزرگ ندارید have you got anything quieter آروم ندارید یا دارید که ما این رو تو همون فکر میکنم مجموع مقدماتی اول یا دوم بررسیش کردیم have you got همون do you have هستش که گفتیم I've got همون I have هستش یعنی من دارم I have میتونیم جاش بگیم I've got اوکی okay. خب. do you have anything cheaper do you have anything bigger Do you have anything quieter? پس چی شد؟ از هر کدوم از این سوالا که حال میکنی میتونی استفاده بکنی یا yeah, از have you got anything یا yeah, do you have anything اوکی okay. حالا تو این قسمت ما خوشمون اومد از یه اتاق میخوایم بگیریمش میخوایم اون عمل رزرو کردن رو انجام بدیم پس به سراغ making the booking میریم رزرو کردن میخوایم رزروش بکنیم خب خیلی راحت میتونیم بگیم خوبه میگیرمش اوکی okay, I'll take it اوکی okay, I will take it اوکی okay, می میگیرمش یا میتونیم بگیم که چی I'd like to make a reservation میخوام رزرو بکنم I would like to make a reservation make a reservation میشه رزرو کردن میک بوکینگ میشه رزرو کردن همه اینا رو ما بررسی کردیم تو این چند درس انگلیسی در توریست همین جوری هم میبینی هی hey, داره تکرار میشه اینا باعث میشه که ملکه ذهنت بشه making the booking making a reservation رزرو خالی I have booked همه اینا رو ما به چند طریق این رزرو کردن رو یاد گرفتیم خب در آخر ما که این حرف رو میزنیم این خانوم ریسپشنیست ریسپشنیست اون خانوم ریسپشنیستی که اونجا هستش از اون میتونه این سوالا رو بپرسه What's your name please میخواد یادداشت بکنه ما گفتیم من میخوام چی رزروش بکنم اسم اون رو میگیم یا خیلی راحت هم میتونه بگه Your name please اگه هم گفت Your name سوالی گفته یعنی همون What's your name یعنی اسمت رو میخواد بدونه سوال دوم could I take your name این شکلی هم میتونه بگه میتونم اسمتون رو بنویسم میتونم اسمتون رو داشته باشم از همون اسممون رو میخواد یا نه مثلا شماره تلفن یا شماره کارت اعتباریمون اگر بخواد میتونه راحت بگه could I take your phone number could I take your credit card number شماره کارت اعتباری تو یا شماره تلفن تو could I take ابسط باشه این ساختارها رو خودت هم میتونی استفاده بکنی. Could I take your phone number? Could I take your credit card number؟ که الان دیگه معمولا خیلی هم مسائل دیگه آنلاین شده. مردم دیگه الان همه خودشون آنلاین رزرو میکنن فقط توی نرم افزار والتشون هست یا حالا توی ایمیلی چیزی دریافت میکنن و با همون میرن و هتلشون رو میگیرند دیگه نیازی به تلفن و اینجور چیزا نیستش ولی خب ما میخوایم یاد بگیریم دیگه اینا فقط مربوط به این نمیشه که ما بخوایم بریم هتل یا حالا هر چیزی ما تو غالب این مسائل سفر کردن و هتل رفتن و محل اقامت و اینا کلی جمله و کلی ساختار یاد میگیریم در آخر هم این سوال میتونه پرسیده بشه از همین خانم ریسپشنیست What time will you be arriving؟ ساعت چند اینجا بود؟ ساعت چند اینجا میرسید؟ این هم جمله آخر درس امروز هم بود امیدوارم درس امروز واسه مفید واقع شده باشه اگه حال کردی با این دست لایک یادت نره درس بعدی رو از دست نده که اصل کاریا رو در مورد هتل میخوایم تو درس بعدی با هم کار بکنیم تا درس بعدی بترود